ارسال پیامک به یک دختر وقتی برای اولین بار سعی می کنید بفهمید چگونه به یک دختر پیامک ارسال بکنید می تونه بسیار طاقت فرسا و اعصاب خورد کن باشه نگران نباشید اینجا تمام نکاتی رو که نیاز هست شما بدونید براتون توضیح میدم در انتهای ویدیو برامون بنویسید شما چطور میخوایید به یک دختر پیامک ارسال بکنید و یا شما چطور این راه سخت رو طی کردید سلام مریم هستم یک روانشناس و مربی حرفه در آنتاریو کانادا من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه جنسی و عاطفی خودتون رو داشته باشید ممنونم از پیام های زیباتون یادتون نره ساب لایک و زنگوله رو انجام بدید همینطور یک پیام قشنگ هم برای من بذارید همه رو دوست دارم بریم برای ادامه ویدیو چرا ارسال پیامک به یک دختر سخت هستش سرانجام شما موفق شدید یک دختر ناز و مورد علاقتون رو به دست بیارید اما اکنون شما باید بدونید که چگونه برای اولین بار به یک دختر پیامک ارسال بکنید وقتی زمان مناسب برای پیام دادن به دختر باشه به سادگی نمیتونید به کلمات مناسب در ذهنتون فکر بکنید کنید به نظر میرسه متن اول کار سختی هستش از کجا شروع کنید اگر یک چیز مزخرف بگی چی شما میخواهید متن عالی رو بسازید و توجه او رو جلب کنید او رو وادار بکنید بنشینه و توجه بکنه مشکل این هست که وقتی دقیقا میخواهید این کار رو انجام بدید همه کلمات از ذهن شما فرار میکنند شما ناگهان نمیتونید به همه چیزها به طور منسجم فکر بکنید چه برسه به اینکه گذار هم باشه ارسال پیامک به یک دختر به این امید که او رو تاثیر بذارید روی ذهنش و او رو شیفته بکنید خیلی راحت نیستش خیلی سخته دخترها اونقدرها هم که فکر میکنید سطحی نیستن شما باید بدونید که دخترها در ابتدا از یک پسر چی میخوان این کافی نیستش که فقط به یک دختر بگید که او شما زیبا هستید دوست داشتم شب قبل تو مهمونی بیشتر با شما مینشستم و حرف میزدم او بیش از اینها رو از شما میخواد در واقع او از شما میخواد که واقعا تلاش بکنید بچه ها واقعا پیام دادن اینقدر سخت هستش به نظر شما سختی کار کجاست نظرتون رو برام بنویسید هر گونه شوخی جنسی رو برای خودت نگه دار این یک مورد قابل توجه بنابراین به دقت توجه کنید اگه خواهید بدونید چگونه برای اولین بار به یک دختر پیامک بدید از ارسال هر گونه جوکای جنسی خودداری بکنی او ممکن هستش از این کار آزرد خاطرم بشه یا احساس بی احترامی بکنه حتی اگر برای شما فقط یک شوخی باشه اول از همه شما هنوز نمیدونید شوخ طبیعی او در چه حد هستش و دوم او هنوز با شما آشنا نشده اگر تلاش کنید او فقط فکر میکنه که او رو برای رابطه جنسی میخواهید و این به هر شانسی که با او دارید پایان میده بنابراین اونها رو برای خودتون نگه دارید آیا شما فکر میکنید که او در اولین پیام که یک متن جنسی بگیره خوشش میاد تا حدودی شوخی کنید از طرف دیگه شما هنوز هم میخواهید او رو بخندونید تا زمانی که جگه ها ماهیت جنسی نداشته باشن او خوشحال میشه که این جوک ها رو بخونه که با شما هم بخنده حتی میتونید میم ها و ویدیوهایی رو که به نظر شما خنده دار هست رو برای او ارسال بکنید فقط به یاد داشته باشید که هیچ جوک توهین آمیزی رو ارسال نکنید در غیر این صورت ممکن هست شانس ارتباط رو بین خودتون و او رو کاملا قطع بکنید مطمئن هستم که تا اینجای ویدیو رو با من همراه بودید اگر این ویدیو رو دوست دارید لطفا ساب لایک و زنگوله رو بزنید تا من متوجه علاقتون به ویدیوها بشم همینطور ممنون میشم یک پیام قشنگ هم برام بذارید تا یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری هم معرفی بکنه بریم برای ادامه ویدیو عذرخواهی شما رو ارزشمندتر میکنه اگر احساس کردید در ناراحت کردن فرد مقابلتون سهم دارید بهتر هستش که با یک پیام ارزشمند عذرخواهی بکنید یادتون باشه این کار نه تنها به غرورتون لطمه نمیزنه بلکه ارزش و احترام شما رو هم بیشتر میکنه به عنوان مثال فکر می کنم که امروز از حرفم ناراحت شدی می خواستم بگم من رو ببخش شما تا حالا از کار اشتباهی که کردید عذرخواهی کردید از چه کلماتی استفاده کردید تا حرفتون رو به دل طرف مقابلتون بنشونید برام بنویسید من نمیدونم چی بگم فقط میخواستم به شما پیام بدم گای اوقات شما فقط باید سریع و صادق باشید اگر واقعا وقتی میخواهید اولین پیام رو برای دختری که دوستش داری بنویسی چیزی برای گفتن به ذهنتون نمیرسه فقط به او بگید که میخواستید پیام رو بفرستید اما نمیدونستید چی بنویسید او مطمئنا از صادق بودن شما خوشش میاده اینجا هست که میگم سخت هستش بعضی وقتها کلمات به ذهن نمیاد تا حالا تو این وضعیت گیر کردید که میخوایید یک پیام بفرستید اما نمیدونید چی بنویسید برای من بنویسید تا حالا تو این وضعیت چه کار کردید برای شروع مکالمه رو ساده نگه دارید شما که نمیخواید با وارد شدن به جزئیات دیوانه کننده زندگی خودتون گفتگو رو شروع بکنید او احساس میکنه که شما خیلی قوی هستید و این به طور بالقوه میتونه اون رو بترسونه شاید از او درباره روزش بپرسید و گفتگو رو از اونجا شروع بکنید این یک شروع مناسب هست اگر یک نفر در ارسال پیام از خودش تعریف بکنه این کار خوب جلو نمیره به نظر شما این روش فرد رو اذیت نمیکنه اگر غیر از این هست برای من بنویسید در نقطه از هوش او تعریف بکنید اگر مدام از ظاهر او تعریف میکنی او در نهایت خسته میشه اگر واقعا میخواهید چگونه برای اولین بار به یک دختر پیامک ارسال بکنید به او بگید که از ذهن بازش خوشت اومده همین کافی استش تا بخواد بیشتر با شما صحبت بکنه این همچنین به او ایده میده که شما فقط به زیبایی ظاهری او توجه نمی کنید بلکه زیبایی درونی او را هم میبینید بازیگوشی و معاشقه رو قطع نکنید اجازه ندید گفتگو خیلی جدی پیش بره بحث کردن درباره موضوعات حساس اینجا و اونجا اشکالی نداره اما به نحوی حال و هوا رو روشن نگه دارید این باعث میشه او ببینه که چقدر مثبت هستید و این همیشه یک ویژگی جذاب هستش اما مراقب معاشقه کامل با او باشید چون باید این رو برای زمانی که او به اندازه کافی راحت هست با شما صحبت بکنه اگر این کار رو به درستی انجام بدید او از یک جنبه بازیگوش و اشوگر شما قدردانی میکنه حتی ممکن هست از اون خوشش بیاد از چند ایموجی استفاده کنید این به او اجازه میده بفهمه که شما سفت و سخت نیستید شما واقعا میتونید او رو بخندونید اگر بدونید چگونه از اونها به خوبی استفاده کنید و به هر حال دختران دوست ندارن به پسرهایی که در پیامشون خیلی سفت و سخت هستن پیام بدن مگر اینکه در مورد چیزی جدی صحبت میکنید پس از شکلک هایی استفاده کنید که فقط خیلی هم زیاد ن باشم کمتر بیشتر هست نیازی نیستش یک پاراگراف کامل به او پیامک بدی تا او رو علاقه من نگه داری و تأثیر اولیه خوبی رو داشته باشه در این سناریو کمتر بیشتر هستش وقتی به او پیام میفرستید مختصر و مستقیم باشه با ارسال پا یک پاراگراف کامل به او توجه او رو جلب نخواهی کرد به هر حال وقتی چیزی طولانی میگی او مطمئنا خسته میشه به نظر شما یک پیام طولانی قشنگ هستش میدونی چه چیزی در مورد عکس های شما جالب هست اگر در شبکه های اجتماعی با او دوست هستید میتونید به عکس های او نگاه بکنید و سعی کنید چیز جالبی در مورد اونها پیدا بکنید یا یک موضوع مشترک پیدا بکنید سپس برخی از افکار خودتون رو برای او بفرستید و از اون تعریف کنید به عنوان مثال شاید دوست داره در بسیاری از عکس زبونش رو بیرون بیاره یا لبهای اردکی شکل به خودش بده میتونید در مورد اینکه چقدر بازیگوش هست و عکسهای او زیبا هست صحبت بکنید مراقب باشید عکس او رو مسخره نکنید این خیلی وحشتناکه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و چیزی از اون رو یاد گرفته باشید ممنونم که تا انتهای ویدیو رو با من همراه بودید فراموش نکنید سابسکرایب و زنگوله رو بزنید دوستان عزیزم شما چطوری می خیلی به یک دختر برای اولین بار پیامک ارسال کنید و یا شما چطور این راه سخت رو طی کردید برام کامنت بذارید عزیزای من ویدیوهایی که در انتها به شما نشون میدم حتما ببینید برای شما ساخته شده هر سوالی رو هم داشتید بپرسید من عاشق خوندن نظرات شما هستم و همیشه خودم شخصا به پیام های شما پاسخ میدم مراقب خودتون باشید دفعه بعد همه تونو میبینم